موج جدید فشارها، هدفها و پیامدها. آخوند علم‌الهدا، نمایش جمعه مشهد، 24 آذر. عزیزان مسئول ما رو چی دارن حساب میکنن؟ روی چه مسئله اینقدر دقت دارن و در فکر اینن که با دشمن بسازن؟ اسمشو بزنن تعامل با دنیا. دنیا اینان؟ فقط دنیا همینا هستن؟ اونایی که میخوان ما رو براندازی کنن، اونایی که میخوان ما رو نابود کنن، اونایی که با همه چیزشون بیش از 40 سال الان در حقیقت بالاتر از 60 ساله، اینا با همه چیشون دارن با ما میجنگن. روزنامه حکومتی جامعه فردا، 25 آذر. هدف افزایش اقدامات آمریکا راضی کردن ایران به مذاکرات تازه است. آمریکایی‌ها در پشت یک نمایش تلویزیونی طرح بزرگی را هم روی میز قرار دادند. خیلی ادعا می‌کند ایران تهدیدی برای صلح است و جامعه جهانی باید با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خاورمیانه مقابله کند. آمریکایی‌ها علاوه بر رونمایی از شاهد خود، به صورت همزمان در مجلس نمایندگان دو طرح ضد ایرانی را به تصویب رساندند که در یکی انتشار به اصطلاح اسناد مالی دارایی مقامات ایرانی و در دیگری ارائه گزارش نحوی فروش هواپیماهای مسافربری به ایران درخواست شده. به سادگی میتوان حد زد واشنگتن موج جدیدی از اقدامات ضد ایرانی را آغاز کرده است و موشک بالستیک تنها یک پازل از بازی بزرگ آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران است. خبرگزاری حکومتی آنا، 25 آذر. نمایش ناکام. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، محور اصلی جدال سیاسی و راهبردی علیه برجام محسوب می شود. طی 3 ماه گذشته، نیکی هیلی 2 بار با آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای ایجاد چالش دیپلماتیک در برابر ایران دیدار داشته است. الگوی رفتاری نیکی هیلی با ادبیات و سازوکارهایی شباهت دارد که نماینده آمریکا در سازمان ملل در سال 2002 در ارتباط با عراق به کار می‌گرفت. ادبیات کاخ سفید و کارگزاران اجرایی دیپلماتیک آمریکایی در سال 2002 معطوف به مقابله با صدام حسین بوده است. روزنامه حکومتی جوان، 25 آذر. راز چالش دیرهنگام موگرینی. شوک‌های 4 روز اخیر محور آمریکا اروپا علیه ایران نه تنها باقی‌مانده بنای فرسودی توافق هسته‌ای را منهدم می‌کند، بلکه پیامدهای حقوقی ایران را در عرصه بین‌المللی تا مرز صدور قطعنامه‌های فصل 7 و صدور مجوز حمله نظامی به ایران افزایش می‌دهد. اروپا و آمریکایی‌ها امیدوارند با سگانه 1، با تفسیر یک جانبه از مفاد برجام قطعنامه 2231 ادعای پارلمان اروپا و موگرینی، 2، ایجاد رویه‌های حقوقی ضد ایرانی، تکرار مستمر این اتهام که ایران ناقض روح برجام است با هدف صدور قطعنامه‌های فصل 7، 3، سنتسازی سیاسی حقوقی، رونمایی نیکی هیلی از لاشه یک موشک، هزینه‌های فراهسته‌ای حقوقی گسترده‌ای را علیه ایران وزن نمودند. روزنامه حکومتی ایران، 25 آذر. علی خرم: اگر نمایش نیکی هیلی پیش برود و با عوامل دیگری عجین شود، یک پروژه چند منظوره خواهد شد که برجام به عمد یا در عمل لغو می شود. تحریم های دو جانبی آمریکا آغاز می شود و ترامپ اعلام می دارد همانطور که قول داده بود برجام را لغو کرده است. سنجیدگی، پختگی و بین المللی عمل کردن جمهوری اسلامی ایران می تواند این خواب را پریشان سازد. خبرگزاری حکومتی صدا و سیما، 25 آذر. امیر عبداللهیان: یمن صرفاً راه حل سیاسی دارد و این نمایش‌های نخنمای آمریکا و عربستان خریداری ندارد. امروز انصار الله و متحدین یمنیان در بهترین شرایط دفاع مشروع و مقاومت در مقابل حملات نظامی متجاوزین هستند. جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند اعلام می‌کند که موضوع یمن و بحرین صرفاً راه حل سیاسی مبتنی بر عقلانیت دارد. کیهان خامنه‌ای، 25 آذر. دیروز موگرینی، امروز هیلی. در حقیقت اقدام نیکی هیلی به نوعی ادامه اقدام موگرینی و با هدف تحمیل برجام‌های جدید به ایران است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه هفته گذشته با بیان ادعاهای اثبات نشده از ایران خواست وارد فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک نشود.